در میان 195 کشور جهان تنها چند کشور که رژیم‌های دیکتاتوری آنها را اداره می‌کنند، اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات با هدف جلوگیری از دسترسی شهروندان به دنیای خارج راه اندازی کردند. کشورهای مانند کوبا، کره شمالی، چین، روسیه و ایران. اما در میان این چند کشور انگشت شمار تنها یک کشور است که تفاوت‌های مهم با بقیه دارد. این که من میگم به عقل مردم، ولی که مردم عقل یعنی نگاهشون به کاری تبلیغاتی پرپکانی با یک گزارش در حکومت فرقه‌ای جمهوری اسلامی، عده‌ای تباهکار هر یک سهمی و مسئولیتی در ویرانی و غارت ایران دارند. اعضای این سیستم سراسر فاسد، هرچه بی سوادتر، دروغگوتر، دوستتر و البته جنایتکارتر باشند، مدارج ترقی را با سرعت بیشتری طی کرده و از عضوی دون پایه به رأس هرم حکومت اسلامی می رسند. این فرقه که پیشینش به فدایان اسلام می رسد و از ابتدا کار خود را با ترور آغاز کرد و سپس با قتل و آتش زدن اماکن عمومی و فریب مردم به حکمرانی در ایران رسید، در تمام سالهای گذشته تلاش کرد با ناآگاه نگه داشتن جامعه و تزریق دروغ به مغز مردم و همچنین سرکوب بیامان و قلقم مخالفان قدرت انحصاری خود را حفظ کند. اما در عصر تکنولوژی ارتباطات، مردمی که سالها گروگان جمهوری اسلامی بودند فرصتی پیدا کردند تا از واقعیات ایران و جهان بیش از پیش آگاه شوند. جامعه‌ای که اگر بداند فرقه حاکم با عمر گرانبها و زندگی آنها چه کرده و چگونه کشوری ثروتمند را در انواع بحران فرو برده و به ورطه نابودی کشانده، برای انقراض آن تردید نخواهد کرد. از این روست که جمهوری اسلامی این تجارتخانه صدها میلیارد دلاری که روی دریایی از خون ایرانیان بنا شده، این روزها بیش از هر زمان دیگری در تلاش است تا مانع سقوط خود شود. پس از ناکامی در جلوگیری از آگاهی مردم از طریق سانسور شدید اینترنت، اکنون راه اندازی اینترنت ملی را با هدف جلوگیری از دسترسی مردم به شبکه جهانی اینترنت، کمکی به تداوم حضور ویرانگر خود می‌داند. همین الان یک نهضتی در مقابل اینترنت آمریکایی در دنیا در حال شکل‌گیریه. در چین اتفاق افتاده و اینترنت آمریکایی اونجا جولانی نداره. روسیه در حال شکل دادن به اینترنت روسی است و اینترنت آمریکایی رو بر نمیتابه. حتی اروپایی ها که شرکای آمریکا هستن، اونها هم اینترنت آمریکایی رو بر نمیتابن و در حال شکل دادن به اینترنت اروپایی هستن. کشور ایران هم در حال برنامه ریزی است برای اینکه شبیه این قدرت های بزرگ اینترنت در واقع خودش رو داشته باشه. کشورهایی که ضعیفن، ناتوانن از فناوری، اونها مجبورن تسلیم اینترنت آمریکایی بشن. اما کشورهایی که دارای توانایی فنی هستن میتونن سیاستهای خودشون رو بر بستر اینترنت تعریف کنن و اونها رو اعمال کنن. اینترنت ملی به معنای بستن کامل دسترسی شهروندان ایرانی به شبکه جهانی خواهد بود و در آن صورت دیگر نمیتوان آن را اینترنت یا شبکه جهانی اطلاعات نامید. برخلاف آنچه منصوب رهبر جمهوری اسلامی در رادیو تلویزیون اشغال شده ایران میگوید، اینترنت نه آمریکایی است، نه آفریقایی، نه اروپایی و یا هر جای دیگری. اینترنت تنها یک شبکه اطلاعاتی ساده متشکل از کامپیوترهاست که در سر تا سر جهان پخش شدند. دیتا سنترها یا همان پایگاه‌های داده که بخش اعظم زیرساخت مورد نیاز این بستر اطلاعاتی را فراهم می‌کنند، در کشورهای مختلف قرار گرفتند. تأسیس آنها محدودیتی ندارد و بسته به ایجاد شرایط لازم در هر جایی و کشوری ممکن است. کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفته که سالها روی توسعه تکنولوژی اطلاعات سرمایه‌گذاری کلان و تحقیقات فراوان کردند، در راه اندازی دیتا سنترهای پیشرفته و همچنین دانش نرم افزاری پرچم دارند.
مشخصاً شهروندان تمام کشورهای آزاد دنیا که با حکومت‌های مردمی و نه دیکتاتوری اداره می‌شوند، امکان دسترسی آزاد به این شبکه جهانی را دارند. اما در کشورهایی که حکومت‌ها از طغیان خشم و نارضایتی عمومی علیه عملکرد ویرانگر و یا سیستم سرکوب و تحمیلی خود واهمه دارند، دست به سانسور گسترده در دسترسی شهروندان به شبکه آزاد اطلاعات با اهداف عقیدتی سیاسی می‌زنند. بر اساس گزارشی که در دهه فوریه 2020 توسط گروه آزادی بیان جهانی وابسته به دانشگاه کلمبیای نیویورک منتشر شد، در حال حاضر 54% از جمعیت دنیا، در حدود 4.1 میلیارد نفر، به اینترنت دسترسی دارند. اینترنتی که نه روسی است، نه آمریکایی و نه اروپایی. اما در میان کشورهای متصل به این شبکه جهانی، برخی شدیدترین محدودیت‌ها را علیه دسترسی آزاد شهروندان خود اعمال می‌کنند. به طور مشخص همان حکومت‌هایی که دیکتاتورها در رسانه‌ها هستند. چین و کره شمالی، دو کشوری که با حکومت کمونیستی اداره می‌شوند، در میان کشورهای صدر جدول با شدیدترین سانسور اینترنت در جهان قرار گرفتند. جمهوری اسلامی ایران و روسیه نیز در رتبه‌های بعدی بالای جدول سانسور کنندگان اینترنت در جهان. در چین اگر آزادی‌های سیاسی وجود ندارد و سختگیری‌های ظالمانه علیه شهروندان اعمال می‌شود، ولی دست کم حکومت در سازندگی، ارتقاء رتبه اقتصادی و پیشرفت صنعتی این کشور کارنامه قابل قبولی داشته. مردم چین از ساده ترین آزادی های اجتماعی محروم نیستند. به علاوه بنگاه های تجاری و شرکت های چینی به طرز قابل توجهی در عرصه جهانی فعالند. وبسایت علی بابا و زیرمجموعه خرده فروشی آن علی اکسپرس از پر رونق ترین فروشگاه های آنلاین دنیا هستند که در بستر شبکه جهانی اینترنت فعالیت می کنند. حتی مردم کره شمالی، بسته ترین کشور دنیا، جامعه‌ای که زیر رگبار ذهن‌شویی کمونیسم قرار دارد، آزادی فردی و اجتماعی آنها مانند مردم ایران لگدمال نمی‌شود. در روسیه هم همینطور، با وجود حکومتی غیر دموکراتیک، مردم روسیه شهروندانی آزادند که با تمام دنیا ارتباط داشته و کسی روح و روان جامعه را با احکام شریعت و یا یک ایدئولوژی دیگر بیمار نمی‌کند. در بین این چند کشور پرچمدار در سانسور اینترنت، تنها یک کشور است که آزادی‌های اجتماعی را به طور کامل از مردم گرفته و جامعه را با قوانین مشابه داعش اداره می‌کند و با روش‌های مختلف شهروندان را به خاک سیاه می‌نشاند و یا در زمین و آب و آسمان به قتل می‌رساند. کشوری که فرقه حاکم بران نه تنها به سازندگی آن و آزادی مردم کوچکترین اهمیتی نمی دهد، بلکه در غارت ثروت‌های ملی و نابودی منابع کشور و پروار کردن خود و گروه‌های مافیاییش کوشاست. این موارد است که وضعیت مردم ایران را از مردم دیگر دیکتاتوری‌های مشابه متمایز می کند. از طرفی همبستگی گسترده مردم ایران در تحریم نمایش انتخاباتی 1400 نشان از یک بیداری بزرگ و بی سابقه در جامعه ایران دارد. جامعه‌ای که حالا با اینترنت یا بدون اینترنت به درجه ای از تجربه و آگاهی رسیده که دیگر سلطه حکومت فاسد و فرقه‌ای را در نمی‌تابد و دیر یا زود قدرت نهفته خود را در بزیر کشیدن آن پیدا خواهد کرد. به نظر می رسد در این شرایط قطع ارتباط مردم ایران با دنیای خارج توسط حکومت تنها سوختی باشد بر آتش خشم و انزجار مردمی که بیش از 40 سال است رنج بسیار می برند.